در خط خبرها. جمع‌آوری پوسترهای تبلیغاتی شماری از نامزدان انتخابات از سوی شهرداری هرات. شهرداری هشدار می‌دهد که به هیچ نامزدی اجازه نصب پوسترهای تبلیغاتیشان بدون هماهنگی با این اداره داده نمی‌شود. خواست مسئولان بانک‌های زون غرب از مسئولان امنیتی. رئیس بانک‌های زون در هرات از نیروهای امنیتی می‌خواهد تا جلو قاچاق دلار به ایران را بگیرند. نگرانی ساکنان فرا از ورود تیل بی‌کیفیت به این ولایت. مسئولان اداره محلی فرا اداره نرم و استاندارد را مسئول این قضیه می‌دانند. اعلام موضع وزارت دفاع پیرامون داعش در افغانستان. وزارت دفاع کشور انتقال افراد داعش در کشور توسط نیروهای امنیتی را بی اساس می‌خواند. و اینکه وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش حاضر است میزبان مذاکرات ایران و اسرائیل باشد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به سرویس خبر این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه ای زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما نیز بیننده خبرها باشید. شهرداری هرات از جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی شماری از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از مکانهای نامناسب خبر میداد. مسئولان این اداره میگویند که تمام پوسترهای تبلیغاتی نامزدانی که در جاهای نامناسب و بدون هماهنگی با این اداره نصب شده باشند جمع آوری می شود. همزمان با آغاز زمان پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان، نمای شهر هرات در بخش‌های مختلف دگرگون شده است. در هر گوشه و کنار دیوارها و بلوارهای شهر، پوسترهای تبلیغاتی نامزدان نصب شده است. پوسترهایی که در بخش‌های از شهر، در جاهای نامناسب و یا بدون هماهنگی با شهرداری هرات چسبانده شده است. شهردار هرات هم به جمع‌آوری این پوسترها از مکان‌های اقدام کرده که بدون هماهنگی این اداره نصب شده است. روزای کمپاین‌های انتخاباتی شروع شده و وکلای عزیز ما بدون هماهنگی با شهرداری بنرها و تبلیغات‌ها و پوسترهای به سطح دیوال‌ها، درخت‌ها و اینا نصب کردن که ما به چندین بار از طریق تلویزیون ملی و دیگر رسانه‌ها به اینا گفتیم که بعد نباید به بنر و بدون هماهنگی شهرداری نصب شه، ولی خودسری‌ها به اوج خود رسیده که نظر به هدایت شهردار ولایت هرات به خصوص عملیات حکومتداری شهری که وظیفه اینه، یک هیئت تشکیل شده و کلیه درخت ها را دیروز شما دیدین کلیه پاک کاری شده، سولرها، درخت ها، دیوارها و یک نظمی به شهر انسجام گردیده. آقای علیزایی هشدار می‌دهد که به هیچ یک از نامزدان و طرفداران آنان اجازه نمی‌دهند که با نصب پوسترهای تبلیغاتیشان بدون هماهنگی با این اداره و یا در جاهای نامناسب اقدام کنند. ما به هیچ یک از وکلای پارلمان عزیز خود اجازه نمیدهیم که در امورات شهری دخالت کنه یا بخواد خودسری در سطح شهر نظر تنظیم کنه و شهر به این زیبایی را و شهر علم و فرهنگ مده زیبایی را به یک شهر کثیف و به یک شهری با پر از زباله‌جات تنظیم نماید. ظاهرا نصب پوسترهای تبلیغاتی شماره از نامزدان مجلس نمایندگان در مکانهایی که نامناسب برای نصب این پوسترها خوانده می شود، ساکنان ولایت هرات را نیز نگران کرده است. شماره از ساکنان هرات می گویند که نامزدان مجلس نمایندگان نباید با نصب پوسترهای تبلیغاتیشان نمای شهر را تغییر دهند. ببینیم که شهر واقعا شهر که به چی سختی ها شهرداری مثلا روی ازی کوشش میکنه یا سعی میکنه که بسازه و دیوارهای خانه مردم که واقعا رنگ آمیزی شده و درختهایی که سالیان سال طول میکشه تا اینا رشد میکنه، متاسفانه برخ از نامزدان یا برخ از نماینده عکس ها یا پوسترها خود روی درخت ها یا ای که جای نامناسب میچسبانم. با اینکه شهرداری یا شهرولی جای مناسب را از اینا تعیین کرده، نظر من این واقعا کار خیلی بده برای یک کسی که میخواد نمایندگی از یا ای که کسایی باشه که فردا نمایندگی برای مردم هرات و هراتیان داشته باشه. همونطور بی‌نظمی از اینا که معلم هستم، همون که اینا بی‌نظمی میکنم ما میفهم که مثلا قانون امراض نمی کنن، بعد در اخرام نمی کنن، در فضای سبز هم نمی کنن. شما بیاین ببینید اون فضا چقدر دوباره زحمت کشیده شده، تو میای اون فضا خراب میکنی، عکس خودت میزنی. پس معلومه تو به فضا شهر، به اهمیت شهر، به قانون شهر احترام نداری. پس تو به جای هم که برسی به کار نمی کنی. روز جمعه گذشته زمان مبارزات انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان رسما آغاز شد.
این نامزدان در تمام ولایت‌های کشور و با نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتیشان در تلاش برای جذب دیدگاه‌های مردم و گرفتن رأی آنان در انتخابات پیشرو هستند. انتخاباتی که قرار است تا کمتر از 20 روز دیگر یعنی در 28 میزان برگزار شود. در همین مورد گفتگو میکنم با عبدالحمد فقیریار، مشاور حقوقی شهرداری هرات. سلام آقای فقیریار، وقت شما بخیر. سلام و عزت به خدمت شما و تمام بیننده‌های محترم تلویزیون. سلامت باشید. سپاسگزاریم. کارزارهای انتخاباتی در هرات از روز جمعه آغاز شده. شهرداری در این راستا با چه مشکلاتی مواجه است؟ اولا خب ما میخوایم در پروسه انتخابات یک نوید و یک انقلاب دموکراسی است که ما حقیقتا به طرف یک پارلمان واقعی و تمثیل کننده قانون که یک از سر رکن اساسی دولت ما تشکیل میده، ما در او راستا قرار داریم. ای جای یک نوید به خوشبختی است که ما از رای دموکراسی و رای مردم خود شاید یک پارلمان میشیم. طوری که به همگی معلوم است که از سه روز قبل پروسه انتخابات شروع شد، با کمال تاسف و تأثر باید بگوییم که یک تعداد از نامزادهای کاندیدای پارلمانی بدون از اینکه هماهنگی با اداره محترم شهرولی داشته باشند و بدون از اینکه احترام در چوکات قانون ایر رعایت کرده باشند یا ناخواسته بوده و یا عدم آگاهی از پروسه بوده، گرچه شهرولی هرات بارها ایر از طریق رسانه‌های جمعی و به خصوص تلویزیون ملی با آگاهی تمامگی وکلای محترم رسانیده. چه تخلفاتی کردن؟ چه کارهای انجام دادن؟ برخی از نامزدان به طور مثال در سطح بلوارها که شما شاهد هستین، بدون از اینکه اینا هماهنگی با اداره شهرولی داشته باشن، به خصوص میخ کوبیدن در درختهای ناجو که شما میفهمین که فضای سبز یا اشجار یک از جمله ششهای طبیعت است و به چی زحمت و خون جگر اینا تربیه شده، و اگر ما میخی به در حقیقت بی درخت میکوبیم به قلب مردم خود ما میخ کوبیدیم، که خود از یک تخطی بسیار عمده و جفای است که ما به فضای سبز خود میکنیم. یکی موضوع است. موضوع دوم در مناکن ممنوعی که به حساب در اونجا جواز نداره است، نقطه نظر سد معبر ایجاد میکنه، قویدید ترافیکی رو مسدود میسازه، در پایهای برق اینا استفاده های که مال عمومی ملت ماست، یعنی اماکن عام المنفعه است. چرا آقای فقیری ها در قسمت بیلبورد هایی که نصب کردن در مکان هایی که شما در سر چوک ها در نظر گرفتین که از اونها تکس گرفته میشه، در این قسمت هم آمدن خودسرانه انجام دادن، بیلبوردها و عکس هایشان را نصب کردن؟ اولا خود ریاست شهرولی در ابتدای هر سال نظر به پروسه های تدارکاتی که داره که یک از او جمله عواید قسمت بیلبوردها و لوحه استشاریات است که او از طریق دوطلبی و مزایده به قرارداد گذاشته میشه، و چند شرکتی که با جانب شهرولی مطابق به پروسه جر قانون اونا تا مراحل تدارکاتی را انجام دادن که من فکر کنم 70 پای بیلبورد به یک شرکت قرارداد شده به نام مرحبیب و 90 متر 90 دوربست و چند شرکت اینا قرارداد شده که قبلا ما با شرکت ها پروتکل قراردادی داریم و میتونند که وکلای محترم از اون طریق اونا رو استفاده بکنند. داشتین موردی رو که خود سر انجام داده باشن؟ تا فعلا از طرف شرکت ها بر ما همچون گزارشی نرسیده که اونا به شکل خود سر کسی در اون ساحه جمع‌آوری عکس ها در میخکوب کردن بر درختان و اشجار، اینها در امروز هم ادامه داشته؟ یعنی امروز هم کارمندان شما جمع‌آوری کردن؟ امروز هم کم کمیسیونی که از طرف اداره محترم شهرولی توظیف شده به ارتباط در بعضی قسمت ها تخطی های مشاهده میشد که ما میخوایم از این طریق تلویزیون شما به سمع وکلای محترم ایره برسانم که من بعد اگر ریاست شهرولی به همچون مسائل برخورد میکنه، بر علاوه از اونا که اونا رو مطابق به احکام قانون و صلاحیت های اداره شهرولی به کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی اونا رو معرفی خواهد کرد، و تا ما باشه که وقتی که ما به طرف یک پارلمان قانونمند و هدفمند میخواییم حرکتی داشته باشیم و او رو بسازیم، و اگر خود ما شاهد از او تخطی ها از امیال باید باشیم، من فکر کنم که یک جفا به مردم در قسمت دکان ها و خانه های مردم، بر روی دروازه های خانه های مردم گاهن و برخن آمدن و عکسایشان را نصب کردن، در این مورد چی؟ گرچه خود تمام ملکیت ها و اشخاص و افراد و اینها مطابق به قانون اساسی افغانستان از تعرض مسئول است
و اگر کسی به مالکیت شخصی کسی بدون اجازه از او کدام چیز را نصب میکنه و یا میخی میکوبه، من فکر کنم که این جواز قانونی به این نخواهد بود و مطابق به احکام قوانین شاروالی و محیط زیست اونا هم تابع یک محصول میشه. در صورت که مالک رضایت آماتام داشته باشه که بتانه با خانه یا دوکان شخصی خود اونا رو چی بکنه، مطابق به احکام قانون 30% از اصل قیمتی که در هر لوحه و بلبورد مطابق به ماده فکر کنم ماده بند یک ماده هشتم قانون است که آمده که اینا میتونن با 30% به جانب اداره شهرولی با هم آهنگی مالک ملکیت او جواز داشته باشه. در غیر از او اگر بدون چی میشه، من فکر نکنم که جواز قانونی داشته. سپاس از حضور شما جناب آقای فقیه. شکر از شما. خبرها را دامه می دهیم. مسئولان بانک های زون در هرات می گویند که نهادهای امنیتی باید به منظور جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی به ویژه دلار از هرات به بیرون از کشور با جدیت اقدام کنند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در برابر پول افغانی به گونه سرسام‌آوری افزایش یافته است. یک دلار آمریکایی در بازارهای هرات حتی در مواردی تا مرز 79 افغانی نیز به فروش رسیده است. اکنون رئیس زون بانک ها در هرات می گوید که نهادهای امنیتی باید به گونه جدی با پدیده قاچاق دلار آمریکایی از هرات به خارج از کشور اقدام کنند. مسئولیت جلوگیری از قاچاق پول برای ارگان های امنیتی است، به خصوص قوای محترم سرحدی ما و شما که در سرحدات افغانستان ما در کمیسری های ملک داریم و پلیس سرحدی داریم و گمرکات هم قسمان در چی هستن؟ زی دخل هستن. بنان میتونه که اطلاع بدن کسانی که اقدام به انتقال غیرقانونی اسعار خارجی به ویژه دلار به خارج از کشور میکنند، افرادی هستند که با باور آقای یوسفی منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند. به گفته او، مبارزه با این پدیده و جلوگیری از قاچاق دلار به خارج از کشور نیاز به هماهنگی بیشتر میان مردم و نیروهای امنیتی دارد. مسئله فرار اسعار به هر کشور که باشد در حقیقت فرار خون مردم است، در حقیقت جان مردم گرفته شدن است و فرار اسعار میبینیم که دلار یک دمه 67 70 5 6 افغانی مثلا قیمت از بالا میره و این امر طبیعی هم هست برای کسی که میبره، چون منافعش زیاد است. کسایی هستند که منافع شخصی خود طبعا با منافع ملی و اقتصادی عمومی ترجیح میدن، خب طبعا یک جرم پنداشته میشه و مطابق قانون هم جرم است که ایر اطلاع بدن مثل سایر جرائم دولت سفوال خواهد کرد. اداره محله هرات هم در زمینه جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به خارج از کشور ظاهرا برنامه‌هایی را روی دست گرفته است. سخنگوی والی هرات میگوید که چندین نفر ارگان‌های امنیتی به اتهام انتقال غیرقانونی دلار به بیرون از کشور بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند. تدابیر جدیدتر موترهایی که رفت آمد دارند، افرادی که روزانه از این مسیر رفت آمد دارند، این تدابیر اجرا شد که خوشبختانه ما در دو مورد دست کم دو تن از افرادی که یکی 38,000 دلار آمریکایی و یکی 20,000 دلار آمریکایی را انتفاع می دادند، اینا توسط نیروهای امنیتی ما دستگیر شدند. دوسیه‌های اینا محول ارگان‌های عدلی قضایی شد و همچنان بیشتر از 60 تن افرادی که اینا به گونه انفرادی و روزانه رفت آمد داشتند به اینا پول انتقال میدادند و مبلغ مشخص، اینا هم از سوی ادارات امنیتی که مستقل در مرزها هستند با اداره گمرک به سایر ادارات در این زمان که اینا مورد بازپرسی قرار گرفتند معرفی شدند. بانک مرکزی کشور هم برای جلوگیری از افزایش قیمت اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی در بازارهای کشور میلیون ها دلار را در هفته های اخیر به بازار عرضه کرد. با این اقدام بانک مرکزی انتظار می‌رفت که قیمت دلار آمریکایی در برابر پول افغانی با کاهش نسبی مواجه شود، اما تاکنون قیمت یک دلار آمریکایی از مرز 75 تا 76 افغانی در بازارهای کشور پایین‌تر نیامده است. ادامه خبرها. بر اثر انفجار یک ماین در ولسوالی ادرسکن هرات، یک کودک کشته و سه کودک دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته است که این ماین در 35 کیلومتری مرکز ولسوالی ادرسکن انفجار کرده. به گفته و این ماین از سوی پیکارجان طالب کارگزاری شده بود. این کودکان هنگامی که مصروف بازی در این منطقه بودند به ماین برخورد کردند. شماری از ساکنان ولایت فراز وجود تلهای بیکیفیت در این ولایت نگرانند. آنان میگویند که تلهای بیکیفیت و افزایش قیمت تل در این اواخر به یک چالش جدی در برابر آنان مبدل شده است. تل کم کیفیت و افزایش قیمت این فراورده سوختی نگرانی جدی ساکنان ولایت فرا
در غرب کشور را برانگیخته است. شماری از ساکنان این ولایت میگویند که تل‌های بی‌کیفیت و افزایش خودسرانه قیمت تل از سوی شماری از تل‌فروشان به آنان ضربه اقتصادی زده است. تیل چه ولایتی سیکل نسیکل خرابی جد دریجی دلار تخمورده آغشتن آوردی چی تیل ارزانه کی آوشت تیل راودی قیمتونو سریوش تکی پندوست تکی وس پش به طور پیمون بندی سبیر تیل خیلی بی کیفیت اصلا نمیتونم ما کار کنم درست که من در روز سوم مگه ما پیش مسیر ساده باش یک دولت باید متوجه باشه که این تیل باید جلوگیر باشه که یک جا 60 میده یک جا 65 میده یک جا 55 میده این نخر معلوم نیست که چی رقم میشه. ساکنان فرا از نهادهای حکومتی به ویژه گمرک فرا می‌خواهند تا جلوی ورود تل به کیفیت به فرا را بگیرند. آنان همچنان از اداره مواد نفتی این ولایت می‌خواهند که با نظارت دقیق از بازارها قیمت تل را کنترل و از افزایش خودسرانه قیمت تل از سوی تل فروشان جلوگیری کند. کلن بی کیفیت و سلین ما جلوگیری از تیل نمینه، تیل با 60 روپیه بر ما میده به نام تیل اول. حالا ما که لبلاتار نداره که سعی کنه که یا اول واقعا یا نیه و اون 60 روپیه میده خود ما آدم رفت تا کوزی پست کوزکو موتور متر را جام کرد. مسئولین ما احساس مسئولیت نمینه که جلوی تیل به کیفیت بگیره، فقط ما نفع که گمرک که چه رقم اینا رد میشه، اینا چه رقم اینجا میاد توزیع میشه، این تیل مردم ماشینا مردم خراب کرده، سیکلا مردم خراب کرده. حدود یک ماه پیش حکومت واردات 5 نوع از کالاهای ایرانی به ولایت فرا را ممنوع اعلام کرد. مسئولان محلی این ولایت میگویند که واردات تیل از ایران نیز شامل کالاهای ممنوعه بوده است، چیزی که به گفته سخنگوی والی فرا بر افزایش قیمت تیل در بازار فرا تاثیرگذار بوده است. در رابطه به اینکه قیمت‌های تیل جزئیاتی که از ناس وارداتی که از کشور ایران میشن و به خصوص قیمت هایی که خیلی بالا میره هم مبنی بر این که یک فرخلم که توسط ریاست جمهوری بند شده و واردات بشن، این باعث این شده که قیمت ها بالا برن و از نظر کیفیت این که هر آن جنسی که وارد ولایت فرا میشن توسط نرم استاندارد و ادارات زیرفتی که خیلی در بعض این لحظه ده هشت هستن از نظر آنها میگذشت برسی میشه و وارد میشن. خوشبختانه او کار تا اندازی خوب است، ولی قیمت اجناس به یه واخه دونا وقت شدن این پنج سلمی که توافی در رسط جمهوری شده این سمت ها بلا رسن. تل، سمنت، آهنالات، کاشی و سرامیک از جمله کالاهای ایرانی است که ورود آن به ولایت فرا متوقف شده است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته بود که این اقدام با هدف جلوگیری از فساد مالی در گمرک این ولایت تا پایان سال روان ادامه خواهد داشت. اما گفته هایی وجود دارد که این اقدامات اخیر حکومت را به تحریم های اخیر حکومت ایران ربط می دهند. برخی از فعالان مدنی در ولایت بادغیس میگند مشکلات امنیتی در شماری از ولسوالی های این ولایت نگرانی از مختل کردن روند انتخابات پیشرو را افزایش داده است. جنید الله اشکانی فعال جامعه مدنی در بادغیس گفته که اکنون ولسوالی های جوند، آبکمری، مغر و بالامرغا به این ولایت زیر تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد. مشکلاتی که یعنی ناامنی به همین شیوه که الان روان هست در روان شده مثلا فکر کنم فسادی بالا از مراکز رایدهی محدود خواهد بود در روز انتخابات و در اینجا مقصر اصلی مهمان دولت هست که نمیتونه سعی امنیت را گسترش پیدا بکنه و گسترش بده. مراکز ما در روزهای ثبت نام رای دهندگان محدود بود. مثلا ما در سایت جوند 7 مرکز رای دهی باز بود در سالهای در وقتی که کارت ها توزیع میشد. روزی پیش که ما گزارش گرفتیم فقط 2 سایت که در مرکز ولسوالی قرار داره همون 2 سایت هست. دولت گفت ما امکان داره انتخابات اینجا برگزار کنیم. سایر جایی که مردم کارت رای دهی گرفتن انتخابات اینجا امکان برگزار کردنش نیست. خاصا در ولسوالی آبکمری، ولسوالی بالامرغا و حتی داخل شهر ساعتی که در ولسوالی مغور هست و امثال هم که در تعداد خوب امنیتی بود اما حالا در گراف بالای ناامنی قرار گرفته، به این ساعت هم امکان برگزاری انتخابات بسیار مشکل هست.
مقام های محلی ولایت غور میگند با نامزدانی که در هنگام کمپین های انتخاباتی مرتکب تخطی های انتخاباتی شوند برخورد قانونی صورت میگیرد. عبدالحی خدوی سخنگوی ولی غور میگوید که از آغاز روند کمپین های انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان در این ولایت تاکنون کدام تخطی انتخاباتی گزارش نشده است. بله، مطابق مسئول عمل سازش و اعتراف قدرت وزارت داخله و همچنین که مسئول انتخابات در ولایت هم این میگه پس دو روز به این طرف کمپاین ها که آغاز شده داری از کاندیدا در نقاط مختلف شهر حتی که مسافرهای زن دروازه ها اینا مصر شده و کمپاین ها آغاز هنوز کلان تخطی مشخص نشده. میدونه امنیتی هم تعمیز امنیت بیکنه از کاندیدا و همچنین کسایی که درختوان زن هستن محافلی برپا میکنن و خط مشت شد اینا برنامه های اینا رو میشتوند تا حالت کنان برخوردی یا کنان تخطی هم صورت برخورد. وقتی که تصویر شد که اینا تخطی کردن از و قریبات تلویزیون انتخابات همچنین از الگاهی که از طرف اقلاق بود بخلص اینا که تخطی کردن ترم تک کنن یا از اینا برخورد میشن و در جریلا و مبنی مجازفا نکم میشن. وزارت دفاع کشور ادعا و نگرانی ها در رابطه به انتقال افراد وابسته به گروه پیکارجوی داعش در کشور را بی‌اساس می‌داند. غفور جاوید سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفته که هر کشوری که در این رابطه اسناد دارد باید آن را با حکومت افغانستان شریک سازد. آقای جاوید میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به شمول پیکارجویان داعش علیه تمامی گروه‌های پیکارجو میرزمند و برای هیچ گروه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر حمله کنند. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است پیکارجویان داعش از ادلب سوریه به دیگر کشورها از جمله افغانستان انتقال میشوند. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها ما را همراهی کنید. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر اینکه ایران و اسرائیل باید با یکدیگر گفتگو کنند گفت که کشورش حاضر است میزبان چنین مذاکره‌ای باشد و از این امر خوشحال می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشستی خبری که پس از سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد پیرامون گفتگو میان مقام‌های ایرانی و اسرائیلی صحبت کرد. افزود اگر هر دو طرف ایران و اسرائیل کشور روسیه را محلی مناسب برای مذاکرات و گفتگوهایشان بدانند ما واقعا خوشحال می شویم. وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه کشورش سال هاست در ترویج یک نظام امنیتی در خلیج فارس کوشیده است افزود ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل آویو هستیم. حتی اگر همکاری هم نباشد، دست کم لازم است با یکدیگر حرف بزنیم. مقام های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. در سالهای اخیر چند بار گزارش هایی درباره دیدارهای محرمانه یا اتفاقی بین مقام های سطح پایین دو کشور منتشر شد، اما ایران بلافاصله چنین گزارش هایی را رد کرد. از جمله حدود 4 ماه پیش روزنامه اینترنتی ایلاف نزدیک به عربستان سعودی از دیدار مخفیانه مقام های دو کشور در اردن خبر داد و موضوع دیدار را مربوط به حضور نیروهای ایرانی در جنوب غربی سوریه گزارش کرد. با این حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران بلافاصله چنین گزارشی را تکذیب کرد. ایران به دلیل به رسمیت نشناختن اسرائیل به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالفت کرده و چندین بار تایید کرده است که سلاح و پول در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار می‌دهد.
مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. جمع‌آوری پوسترهای تبلیغاتی شماری از نامزدان انتخابات از سوی شهرداری هرات. شهرداری هشدار می‌دهد که به هیچ نامزدی اجازه نصب پوسترهای تبلیغاتیشان بدون هماهنگی با این اداره داده نمی‌شود. خواسته مسئولان بانک‌های زون غرب از مسئولان امنیتی. رئیس بانک‌های زون در هرات از نیروهای امنیتی می‌خواهد تا جلو قاچاق دلار به ایران را بگیرند. نگرانی ساکنان فرا از ورود تیل بی‌کیفیت به این ولایت. مسئولان اداره محلی فرا اداره نرم و استاندارد را مسئول این قضیه می‌دانند. اعلام موضع وزارت دفاع پیرامون داعش در افغانستان. وزارت دفاع کشور انتقال افراد داعش در کشور توسط نیروهای امنیتی را بی‌اساس می‌خواند. و اینکه وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش حاضر است میزبان مذاکرات ایران و اسرائیل باشد. بینندگان گرامی، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما میتوانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبان روز آنترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص خبرهای مهم حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دریافت و دنبال نمایید. در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده خبرها و سایر برنامه‌های ما در آنجا نیز باشید. تشکر از همراهیتان.